از اساتید معماری ایران موفق به طراحی باغ شفابخش شدند. باغهایی که در اونها خبری از گل و گیاه نیست و تصفیه هوا از ویروس با اشعه فرابنفش انجام میشه. این طرح در دو دوره از جشنواره انجمن معماری جهانی حائز رتبه برتر شده. کابوس کرونا و قرنطینه های کلافه کنندش دو سالی می شود که دغدغه‌ای برای همه دنیا شده است. دغدغه‌ای که انگیزه‌ای شد تا تیمی از اساتید ایرانی معماری باغ‌های شفابخش را طراحی کنند. این طرح این قابلیت را دارد در فضاها و اماکن عمومی مثل بیمارستان‌ها، متروها، اتوبوس‌ها، جاهایی که خطرآفرین هست بیماری کرونا استفاده بشه. باغ‌های شفابخشی که در آن جای گل و گیاه لامپ‌های سبز شدند که اشعه فرابنفش تولید می‌کنند. اشعه‌ای که تنها در 16 دقیقه 90% ویروس‌ها را از پا در می‌آورد. برای هوشمندسازی این پروژه و در واقع صرفه‌جویی در انرژی، سعی بر این هست، تلاش شده که در واقع زمان‌هایی که افراد تو این فضا قرار می‌گیرند، این تابش صورت بگیره، حسگرهای در واقع استفاده میشه تو این لامپ‌ها که این اتفاق بیفته. لامپ‌های فرابنفش این طرح انرژیشان را از برق شهری، باتری و یا سلول‌های خورشیدی می‌گیرند. قیمتشان هم به توانشان بستگی دارد. از 200,000 تومان شروع و تا 3,000,000 هم فروخته می شوند. از لامپ های 15 وات برای فضاهایی با مقطع 20 تا 25 متر مربع و 25 وات برای فضاهای 30 متر مربع استفاده می شه. این لامپ ها در بخش مختلف، در جهت های مختلف، در سقف و کف و جداره ها استفاده شدند. در حالی که همه چیز برای اجرای طرح باغ‌های شفابخش در داخل کشور مهیاست، این طرح بین سرمایه گذاران خارجی هم خواهان دارد. چیزی که ما می‌خوایم نوعی از نور فرابنفشه که ویروس‌ها رو می‌کشه. نورهای فار یووی‌سی می‌تونن برای کشتن ویروس‌های فضا در جاهایی که مردم حضور دارن استفاده بشن. این طرح توانسته است تنها در 3 ماه با حدود 8,000 بازدید عنوان پربازدیدترین طرح سال 2021 سایت معماری جهان را هم از آن خود کند. از آنجایی که این طرح میتواند برای از بین بردن هر نوع ویروسی مؤثر باشد، اجرای آن باعث میشود محدودیت هایی که کرونا برای رفت و آمد در اماکن شهری و عمومی رقم زده بود با شیوع بیماری های جدید تکرار نشود. کوثر قیصری، باشگاه خبرنگاران جوان، بابلسر. کلنگ